مقامات تاجیکستان میگویند از حساب بیشتر از 300 هزار جای کاری نو که باید در دو سال آینده آفریده شود، نصف آن را بخش خصوصی تأسیس می‌دهد. نیاز قربانوف، معاون رئیس آژانس شغل اهالی تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر ده هزار جای کاری نو از طرف نهادهای حکومتی آفریده شود، بقیه آن را کارخانه‌های خصوصی تشکیل می‌کنند. حکومت تاجیکستان هفته گذشته برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی را قبول کرد که بر اساس آن باید در مدت دو سال آینده در کشور بیشتر از 300 هزار جای کاری نو آفریده شود. در تاجیکستان تقریبا 4 میلیون نفر قابل کار هستند و از این میان بیشتر از 1 میلیون نفرشان در روسیه کار میکنند. شلوی گلخواجه درباره امکانات اجرای برنامه با نیاز قربانوف صحبت کرد. چون این برنامه فراهم آوردن بیش از 300 هزار جای های کاری را در نظر دارد، بگویید که این جای های کاری از کدام حساب فراهم آورده می شود؟ باید بگویم که در تمام مناطق جمهوری، در تمام شهر و ناحیه ها برنامه های رشد اجتماعی و اقتصادی تهیه و مورد عمل قرار دارند که این برنامه های میان مالتند و در همین برنامه ها حتما وابسته به محل، وابسته به شرایط اقتصادی محل، روند دورنمای جاهای کاری معین کرده می شود. یک متکی میکنیم به همین برنامه های منطقوی رشد اجتماعی اقتصادی. غیر از این شما خوب می دانید که ما منطقه های آزادی اقتصادی داریم که در آنجا تعداد بنیاد و با استفاده دادن تعداد زیادی کارخانه های گوناگون به نظر گرفته شده است که اونها هم دورنمای تأسیس جاهای کاری دارند. مشخص تر گوییم وابسته به ساحه های اقتصادی یا که وابسته به شکل های مالکیت، یعنی تأسیس جاهای کاری، اگر ما سخن درانیم در کارخانه و تشکیلات های بخش دولتی در همین دوام دو سال زیاده از نزدیک 28 هزار جاهای نوی کاری تأسیس داده می شوند. در بخش کلکتیوی زیاده از 38 هزار جاهای کاری تأسیس داده می شوند. در کارخانه و تشکیلات با شکل های گوناگون مالکیت نزدیک 59 هزار جاهای کاری تأسیس داده می شوند و از همه تعداد بیشتری جاهای کاری این در بخش خصوصی تأسیس داده می شود که نزدیک 175 هزار جاهای کار رو در دوام دو سال تشکیل می دهد. یعنی همه این با آن خاطر است که ما امروز چقدر که بیشتر ما جاهای کاری تأسیس دهیم، همون قدر یعنی امکانات فراهم می آید که ما شهروندان خود رو در داخل کشور با جای کار تامین کنیم. خب جناب قربانوف، ببینید 300 هزار جای کاری در دو سال، یعنی در یک سال 150 هزار جای کاری نو حساب میاد. بله، تو کجا آیا این واقعی است و اقتصادیات تاجیکستان توانی مثلا تأسیس این مقدار جای کار رو دارد؟ درست گفتید، طوری که من در بالا یادآور شدم، یعنی این پیش از همه دورنمو هست در زمینه اون برنامه هایی که امروز در مقیاس جمهوری عملی میشوند. طوری که گفتم این همش دورنمو، این پیشنهاد شده است، پیش بینی شده است که در نتیجه تاسیس کارخانه ها، کارگاه های نو، همین عملی شدن برنامه های منطقوی رشد اجتماعی اقتصادی، برنامه های محلی مساعدت به شغل اهالی، یعنی رشد هر یک منطقه، یعنی دورنمو رشد هر یک منطقه، یعنی همین معلومات ها جمع آوری، جمع بست، تحلیل کرده شده، پیشنهاد شدند و ما امیدوار داریم که همین مقدار جاهای کاری دوام دو سال در جمهوری تأسیس داده میشن. ما به این باوری کامل داریم و این یکی از عوامل های مهم طوری که گفتم برای مساعدت به شغل اهالی در داخل کشور میشوند. خب طوری معلوم همه ساله صدها هزار شهروندان تاجیکستان برای کار مهاجرت میروند و تو کجا مثلا چنین اقدام میتواند شماره مهاجران را از تاجیکستان کمتر کند؟ درست است، لیکن باید پیش از همه یک چیز رو گویم که مهاجرت مهنتی همیشه بود، هست و میموند، زیرا که تاجیکستان این جمهوری میباشد که دارای قوه کاری زیادتی است.